گو تپه تپه که تپه آفتابی در جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه منطقه است که از سال 2013 میلادی تا کنون تحقیقات مؤسسه باستانشناسی آلمان در آن ادامه دارد شان لارنس استادیار تاریخ دانشگاه ویرجینیا و از اعضای تیم تحقیقاتی حاضر در منطقه گوبکلی تپه میگوید نمی توان به طور دقیق گفت که تمدن بشر در چه سالی شروع شده است اما قدیمی ترین یادبود مصر یعنی هرم جزر حدود 2700 ز... سال قبل از میلاد یعنی 7000 سال بعد از گوبکلی تپه ساخته شده است. خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی درباره منطقه گوبکلی تپه آن را یکی از مهمترین مکانهای باستانشناسی در جهان دانست که بیش از هفت هزار سال قبل از استونهنج در انگلستان و اهرام مصر هزاران انسان در این مکان میان سنگهای بزرگ برای دعا و نیایش جمع میشدند برخی از کارشناسان بر این باورند که تاریخ حضور انسان در این تپه ها حدود دوازده هزار سال پیش آغاز شده یعنی زمانی که گروه هایی از شکارچیان اصر حجر گرد هم آمدند تا در این مکان ساخت و ساز کنند ستون ها یکی از جذاب ترین بخش های گوبکلی تپه هستند هر ستون ارتفاعی حدود 6 متر دارد و وزن آن بالغ بر ده تن است سنگ های عظیم به کار رفته در گوبکلی تپه وزنی بین ده الا پنجاه تن دارند. تا کنون باستان شناسان و زمین شناسان حتی اقل دویست ستون سنگی عظیم که تقریبا در 20 مسیر دایره ای متمرکز شدهاند را کشف و بررسی کردند. علی اکبری اخبار شیعه اگرچه کاوش در گوبکلی تپه از چند دهه قبل آغاز شده اما کارشناسان معتقدند که فقط 5 درصد از آن کشف شده است و تحقیقات باستانشناسان همچنان در این منطقه ادامه دارد.